بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان. هموطنان عزیز سلام بر شما، عصر شما بخیر، عصر زیبا و دلپذیر و سرد روز شنبه شما بخیر و نیکی باشه انشالله. خوشحال هستم که باز هم با برنامه یه روی خط زندگی در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که حالتان خوب باشه، انشالله که روز خوبی را سپری کرده باشن، در کنار یک دیگر هستین در لحظات پیش رو. به امید صحت و سلامتی شما عزیزان برنامه امروزی را آغاز میکنم و طبق همیشه میخوایم که شما عزیزان همراه ما باشین. مبحثی را که امروز برای شما عزیزان در نظر گرفتیم در خصوص روانشناسی جوانان را که فکر میکنم صحبت بسیار ارزنده و پر اهمیتی خواهی بود، پس میطلبه که شما عزیزان تا پایان صحبت همراه ما باشین. قبل از اینکه برنامه رو و گفتگو رو آغاز کنیم دوستان عزیز، لازم هست که در رابطه با هشتگ زمستان سرد و بخاری های خاموش صحبتی داشته باشیم. میدانیم که امسال فکر میکنم سال بسیار سخت و سردی در انتظار همه ما هست و از این ناحیه برای همه ما دشوار است، به ویژه عزیزانی که در شرایط سخت و مضیقه اقتصادی قرار دارن. سپری کردن چنین وضعیتی واقعا میتونه دشوارتر باشه. تیم تعاون و انفاق تلویزیون تمدن برنامه ای را جامع و کامل روی دست داره تا از طریق این برنامه و این هشتگ بتونه جستجو کنه و کشف کنه عزیزانی که در معرض آسیب های فصل زمستان هستن و میطلبه که شما عزیزانم در واقع برای کاهش مشکلات و به حداقل رساندن آسیب های فصل زمستان جاری، هر کس در هر اندازه و به هر اندازه ای که میتونه و وسعش هست برای مشکلات عزیزان و مرفوع ساختن مشکلاتشان گام برداره. در واقع همه ما در برابر هموطنان عزیز خود، به ویژه نیازمندان در شهر کابل و سایر ولایات، در واقع مسئول هستیم. در طول روز از طریق برنامه‌های متفاوت این هشتگ در معرض دید شما از آن قرار میگیره و پل‌های ارتباطی که شما از آن وصل میکنه با این تیم هم در اختیار شما هست. اما موضوع اصلی برنامه ما دوستان عزیز امروز میخوایم در خصوص تایید طلبی در جوانان برای شما عزیزان صحبت کنیم. دوره جوانی دوره ایست که ما میخواییم جایگاه خود به دیگران بقبولانیم یا واقعیت امر نشان بدیم. گاهی اوقات کارهایی انجام بدیم، فعالیتهایی داریم که میخواییم دیگران ما را تایید کنن. رفته رفته این موضوع تبدیل به یک عادت برای ما میشه و برای کارهای کوچک و بزرگ به دنبال این هستیم که تایید دیگران بگیریم. و اگر گاهی اوقات این تاییدها نباشه، احساس دلخوری و رنجشی هم به وجود میاد. اما نباید غافل شویم که اگر تایید باشه، جانب مقابل گاهی اوقات میخواد که نظریات خودم در رابطه با این موضوع به ما تحمیل کنه. پس در رابطه با تایید طلبی صحبت میکنیم. از آن دیدگاه شما چی هست؟ اصلا تایید طلبی خوب هست یا بد؟ چرا ما به دنبال این هستیم که تایید دیگران رو بگیریم؟ و انشالله همه یه پرسش ها رو در برنامه امروزی صحبت میکنیم و بهش پاسخ ارائه میکنیم. و اگر تایید طلبی بد هست یا یک خصلت ناپسند هست در ما، چگونه میتونیم تایید دیگران به دست نیاریم یا از این مسئله کمی فاصله بگیریم؟ خوشبختانه در کنار ما آقای باریکزای عزیز هستن و به اتفاق ایشون این بحث خدمت شما عزیزم تقدیم میکنیم. آقای باریکزای سلام و عرض ادب، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید. ممنون شما، عصر شما هم بخیر. من هم خیلی خوشحال هستم که جمع عزیزان ساعت مند است و واقعا خیلی خرسند شدم نسبت به هشتگ که در مورد حمایت ها از طریق شبکه تمدن صحبت کردین. واقعا سعادت همیشه نصیب او دستاندرکارانه که در مورد مسئله شب و روز تلاش میکنن. ممنون شما، زنده و سلامت باشون. قطعا وظیفه همه ماست که در قبال قشر آسیب پذیر و عزیزانی که در شرایط سخت و تنگنای اقتصادی قرار دارن گامی برداریم، مسئول باشیم و به هر حال هر کاری که از دست ما برمی آید دریغ نکنیم. زنده و سلامت باشه. ممنون شما آقای باریکزایی. در پیوند به برنامه هایی که در خصوص روانشناسی جوانان داریم، امروز می خواهیم در خصوص تایید طلبی صحبت کنیم.
حالا این برچسب که تایید طلبی مثبت هست یا منفی، خب در ادامه صحبت می‌کنیم، دیدگاه شما را انشالله برای بینندگان عزیز تقدیم می‌کنیم. ولی در خصوص افراد تایید طلب یا شخصیت‌هایی که تایید طلب هستند، اینا چه ویژگی‌هایی دارن؟ شما لطف کردین. خب معمولا زمانی که در مورد سبک‌ها یا تیپ‌های تایید طلبی صحبت میکنیم، در مسئله اول خب موضوع خود تایید طلبی یک امر خوبه هست، در ذات در موقعیتش یک امر خیلی خوبه هست، به دلیل که انسان ها طبیعتا آزاد هستن و به دنبال از این مسئله هستن که مورد حمایت و مورد تایید دیگران هم قرار بگیره. امروز ما در روی کره خاکی بگردیم، جستجو کنیم، در مورد مسئله بپالیم، هیچ پیدا کرده نمیتونیم که کس را پیدا کنیم که مورد تایید قرار نگیره. هر انسان مورد تایید قرار میگیره، چی مورد تایید اطرافیان، چی مورد تایید ایدئولوژیک، چی مورد تایید سطح تعالی و چی تایید مورد مصائب مذهبی، همیشه در مقابلم در بر داره. خب در پالوی از این موضوع متاسفانه سه مسئله در برنامه زندگی حاد هست. یک، همیشه ما هر پیدره با نظر داشته مشکلش مورد بس قرار میتیم، بله، و هر پیدره با نظر داشته اختلالش مورد بس قرار میتیم، و هر پیدره با نظر داشته موضوع بیماریش مورد بس قرار میتیم. اگر در حد مشکل یک مسئله باشه، زیاد قابل نگرانی نیست، بدل از قابل مشکل هست و مشکل بودنش ناشی از عدم آگاهی است. بله. آگاهی حاصل کرد، مشکل مسئله رو حل کرد، هیچ به صورت مکمل مشکل حل شد، اینجا کدام مشکل زیاد وایده حال نیست. اگر موضوع به صورت یک اختلال باشه، خوب میشه که اختلال موضوع هم درمان کرد با نظر داشته مسائل روان درمانی که امروز مورد بحث است. خیلی ساده هم اینجا زیاد نگرانی مورد بحث نیست، اما یک مسئله از مرز این دو میگذره، میره در حد موضوع بیماری، واقعا اینجا خیلی خطرناک و درد سرساز میشه، بدل از درد سرساز میشه که ما را از دنیایی که زندگی میکنیم از خیلی چیزها دیگه دور میسازه. وقتی که زمان چیزها دور ساخت، ما در برنامه زندگی کار کردن نمیتونیم. پس ما در صحبت خودت صحبت کردیم که خود تایید طلبی در ماهیت خود، در هستی خود، یک پدیده خوب است، بدلی که طبیعتا به دنبال مسئله هستیم. حالا ما میگیم که کدام تایید طلبی ها خوب نیست، و معمولا ما پیرامون از اون مسئله صحبت میکنیم و سعی میکنیم که عزیزان و به خصوص جوانان ما در فاز چنین مورد نباشن، که به صورت مکمل هم کار خوب نیست. در قدم اول، تایید طلب کسی نیست که از تایید کردن لذت ببره. تایید طلب کسی است که اگر مورد تایید قرار نگیره، همه چیزها رو برهم میزنه. این بدترین حالت است، چون بدلی که واقعا از تایید خود لذت نمیبره. اما در حالی که اطرافیان افرادی که همیشه مورد تایید قرار میگیرن لذت میبرن، از شخصیتشون یادآوری میکنیم، از کرکترشون یادآوری میکنیم، از سبک زندگیشون یادآوری میکنیم، از دستاوردهاشون یادآوری میکنیم، این به صورت مکمل انرژی میگیرن، لذت میبرن. این کار خوبی است. اما تایید طلب در ذات خودش از جمله کسی است که از تایید کردن لذت نمیبره، و اگر تایید نشد همه چیزها رو برهم میزنه. این خیلی ها زیاده است، این به صورت مکمل اختلال است، دو چهار مشکل میسازه. در قدم دوم، خود تایید طلب از جمله کسی هست که نظر تو برایش خیلی مهم است نسبت به باورهای خودش. خب معمولا ما باورهای خود را داریم، همیشه تابع باورهای خود هستیم، ولی متاسفانه اگر تیپ های تایید طلب هستیم در فاز اختلال یا در فاز برنامه های روانی، دیگه حالا نظر تو برای ما مهم نیست. چیزی که برای نظر تو برای ما خیلی مهم است، ولی باورهای ما برای ما خیلی مهم نیست. بدل از مسئله است، اینی کیس این یا اینی مورد جزء برنامه های تایید طلب مورد بس قرار میدیم. سن 16 تا سن 24 که معمولا اینجاها برنامه های اوج جوانی هست، که از حالت نوجوانی به حالت جوانی گام گذاشته، خب معمولا اینها به دنبال برنامه های تایید طلب هستن. شهرت باید از کسب کنن، مورد حمایت دیگران قرار بگیرن، همیشه کارهایشان مورد تایید قرار بگیرن، و کارهای از اینا از جمله کسی بوده که اولا الگو داشته، اصلا الگو نداره، فکر میکنه کارها رو خودشان ما انجام میدیم. ولی اگر ای از مرز اون دو مورد رفت در سطح بالا، که دیگه حالا فرد رو به صورت مکمل در خود گرفتار ساخت، در خود گرفتار ساخت، دیگه از فکرش و ذکرش و برنامه هایش رفتارش، اما در مورد از این مسئله بود که فقط رفتار به صورت مکمل تایید شود، مثل این در صفحه اجتماعی یک موضوع رو پست کرده، به جای محتوای مسئله که فکر کنه که این پست ما بتونه دردهای جامعه رو به صورت مکمل درمان کنه، ما مسئله خود در مقابل مسئله انجام دادم، هر لحظه به موبایل خود نگاه میکنه، لایک شما رو بس قرار میده که چقدر من لایک گرفتم. خب مسئله درست نیست. و تا مثال لباس پوشیدم، لباسش بر مبنای ازی است که با فصل مطابقت داشته باشه، زیبایی بدنش خوبتر برجسته بسازه، و همیشه در فکرش این مسئله هست که لباس رو من در تن خود کردم، کیها همیشه به طرف میه و بر میه که لباس تو خیلی ها مقبول تر است، و همیشه به دنبال از این موضوع است، با برعکس نگاه میکنه، حتی در بعضی جاها خودش آگاهانه بر دیگران هم یک سیگنال همیت که شما بگوین که لباس مسلط مکمل درست است یا درست نیست. وقتی که حرف میزنه، حرفش بر مبنای از این موضوع نیست که من مسئولیت خود در قبال مسئله ادا کردم، حرفش بر مبنای از مسئله است که بتین حرف ما زدین و باید مسلط مکمل شما قبول کنین و در مورد مسئله ما را حمایت هم داشته باشین. وقتی که در یک بازی، در یک سرگرمی یا در یک برنامه
داخل میشه و تو فکر میکنه که اما کار کرده زی به صورت مکمل بهترتر از دیگران است، اما در حالی که هیچ کمی کاستی مربوط حالش نیست. اینا علامت های این نشانه ها جز برنامه های تایی طلب است و واقعا اگر ما در فاز این مورد هستیم در ذات خودش یک مشکل بسیار کلان است. بله، ممنون شما، زنده و سلامت باشین. آقای باریزی، با توجه به شناخت و روحیاتی که در جوانان افغان داریم، فکر میکنیم کدام نوع از این تایی طلبی ها در جوانان ما شایع هست با شما لطف کردین؟ بله، شیوه زندگی و فرهنگی که ما داریم. بله، در جامعه ما افغانستان معمولا با جامعه دیگه در تمام عرصه ها تفاوت های زیاد موجود است. تختخ های زیاد در کار هست، جنگ ها بوده مورد بحث، عدم آگاهی ها بوده مورد بحث، مسئله اقتصاد بوده مورد بحث، جنسیت ها همیشه مورد بحث بوده، تعصبات همیشه مورد بحث بوده و خیلی مورد بحث بوده. ما نوعیت تایی طلبی را در جوانان خود، در جامعه خود افغانستان ناشی از چی مورد میدانیم؟ در قدم اولی را برمیگردانیم به یک موضوع اختلال و به موضوع بیماری. به صورت مکمل در سرزمین ما موضوع تایی طلبی در جوانان ما یک ریشه داره در برنامه های اختلال و ریشه داره در برنامه های بیماری. این ناشی از چند مورد میشه؟ اولا جوانان ما عزت نفس را به صورت مکمل از دست داده و اینا دچار عزت نفس نیستن. بدل ازی عزت نفس علامش همین هست که من خود را دوست دارم، از باب خود دیگران را دوست دارم. ولی متاسفانه این نزد جوانان ما نیست. جوانان ما جمله کسی هست که فقط من خود را دوست دارم، دیگران را دوست ندارم و دیگران هم باید به صورت مکمل مرا دوست داشته باشن. توقع طلب هستن، در مورد موضوع تقصیر را دگردن دیگران میندازه و همه کارها را مسئولیت به دیگران برمیگردانه. در قدم اول پیدا کردیم در جامعه ما افغانستان عزت نفس در وجود جوانان ما کم رنگ است، اصلا نیست و اگر هستم خیلی کم رنگ تر است. این مسئله خیلی مهم تر است. موضوع دوم، موضوع شهرت معمولا در بین جوانان ما خیلی رایج است، به دلیل که جوان ما جمله کسی بوده که برنامه های زندگی را سیستماتیک پیش نورده است که از یک پله در پله دیگه بیاید. به صورت مکمل زمانی که جوان شده از یک حالت فقر و پریشانی و بدبختی به حالت جوانی اومده، وقتی به حالت جوانی اومده حال در تلاش از این مسئله هست که بدون چون چرا باید است مورد شهرت مسئله قرار بگیره. اما در حالی که ما همیشه با دو شهرت روبرو هستیم، یکی شهرت سالم است و یکی شهرت کاذب است. شهرت کاذب هم شهرت است که دفعتا به شهرت برسی، هم شهرت سالم شهرت است که تو در برنامه های شهرت همیشه امو سیستم ها را در نظر بگیری، از یک جای شروع کنی و جای دیگه هم برسی. این مسئله مورد بحث است که واقعا جوانان ما میرن در فاز تایی طلبی. نکته سوم، ما در برنامه های زندگی دو نوع رشد داریم. یکی رشد معمولا آلت های درونی داریم، یکی رشد برنامه های بیرونی داریم. رشد برنامه های بیرونی ماهی است که ما در تکنولوژی خوب گام گذاشتیم، در کتاب خوب گام گذاشتیم، در لباس پوشیدن خوب گام گذاشتیم، با اطرافیان خود روابط خود را خوب مستحکم کردیم. اما از رشد داخلی دیگه خبری نیست. رشد داخلی به معنای ازی است که من از داخل به خودشناسی رسیدم، از داخل محور ماهیت اصلی خود را پیدا کردم، از داخل ارزش‌ها رو به صورت مکمل مورد بحث قرار دادم. متأسفانه این مورد بحث نیست. زمانی که مورد بحث نیست، در جامعه ما جوانان ما جمله کسی است که اینا از رشد درونی کرده رشد بیرونی خیلی زیاد را در خود دارن. وقتی رشد بیرونی در خود دارن، در فاز متای طلبی هستن که نشانه بیماری مورد بحث قرار میگیرن. و یک مسئله که معمولا در جامعه ما خیلی ها رایج است، موضوع امی عقده ها هست. امروز معمولا نوجوانان ما و جوانان ما از عقده های زیاد برخوردار هستند. عقده های از اینا ناشی از چند مورد است. یکی از عدم آگاهی والدین است که در مقابل از اینا کودکی نکرده، در مقابل از اینا جوانی نکرده. و یکم عقده های از اینا ناشی از خواسته های وجود خود از اینا بوده. وقتی که ناشی از خواسته های وجود خودشان بوده، اینا زمانی که جوان شدن تو فکر میکنن که اگر هر چیز را من نیاز داشته باشم، نیاز داشتن جرم است. بدل از اینکه همین چیزا باشه پذیرفته شده در کانون خانواده فرض میکنیم نیازمند از این مساله بودن، گرسنه شدن، غذا بخورن. مادر گفت حال کار ندارم، باز وقتی که فرصت پیدا کردم غذا رو برتا آماده میکنم. نیاز داشته که امروز یک لباس و طبیعت خود بپوشه. مادر برش گفته که من امروز لباس شویی ندارم، لباس پاک نپوشی، لباس در تنت کس خیلی ها پاک است. وقتی که لباس شویی کردم، باز لباس میتونی شست شو کنی. امروز نیاز داشته که بره خانه کاکای خود، خانه مامای خود، با دوستان دیگه بشینه. و مادرش گفته که من امروز تمایل به میمونی ندارم، اصلا تر به میمونی هم برده نمیتونم. این به یک بارگی در مقابل نیازها اینقدر اساس شده فکر میکنه هر زمانی که من یک چیزی که مورد نیاز من قبول قرار میگیره و معنای ازی است که مرا کاندید جرم میسازه. وقتی که به یک بارگی جوان میشه، خب این همه چیزها سرکوب شده، به عقده تبدیل شده. حالا عقده در ذات خودش یک گری هست. گری خود دو حالت داره، یا گری باز میشه یا گری کورگری میشه. اگر گری باز شد، راه های خوب بر تو پیدا میکنه. تو از فاز تایی طلبی میبرایی، از برنامه های سوی زنی میبرایی، از مهر طلبی میبرایی، یک فرد نرمال و هادی مورد بس قرار میگیری. همو اگر گری شکل کورگری بر خود گرفت و عقده تو درش باز نشد، بسته شد، خب معلوم دارست که به صورت مکمل داره دچار بیماری میسازه. و از جمله مواردی که مورد بحث ما هست، این تیپ تایی طلبی است که با وجود نه اینا آلت های بسیار خاص البته برای جوانان ما به خصوص متفاوت از جوانان دیگه در جامعه افغانی است. ممنون شما، زنده و سلامت باشین. حالا تایید
گرفتن از ایران خب کار اشتباهی نیست، تا اونجایی که به شخصیت و عزت نفس ما ضربه ای وارد نکنه، اما تا اون محدوده ای که در واقع ما نظریات، باورها و عقاید دیگران رو بر خود ارجح میدانیم، فکر میکنم کار اشتباهی است و به فرموده شما این تایید طلبیان میتونه آسیب هایی را به زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما وارد کنه. خب از 16 سالگی تا 25 سالگی این موضوع خیلی در بین جوانان شایع هست. آیا وقتی تبدیل به یک عادت میشه همچنان بعد از 24 سالگی هم به زندگی بعدی جوان سرایت میکنه یا همونجا متوقف میشه؟ شما لطف کردید. خب معمولا جوان از سالهای 16 تا سالهای 24 در قبال انجام وظایف خود، خب سه مسئله در زندگی برای یک جوان ما ارزشمند است. بله. در گام اول هر جوان ما دچار یک شغل یا دچار یک حرفه است، خب معمولا فرق نمیکنه، حرفه خود را آگاهانه کسب کردن نیاز ولدن خود گرفتن. در گام دوم یک جوان ما دچار یک جایگاه است که جایگاهش معلوم دار است، که جوان ما از این جایگاه برخوردار است، تحصیلاتش، برنامه‌های کاریش، سبک زندگیش همش نقشه‌اش است. و یک مسئله سوم موضوع سبک زندگی است که هر جوان ما دارای یک سبک به خصوص خود بوده، و سبک هم در خود داره. مسئله تایید‌پذیری زمانی که به طرف جوانان ما آمد و ریشه‌های خود را از دوران کودکی گرفت، این دیگه زمینه را مساعد کرد که دوران جوانی بعض آسیب‌ها را تجربه کنه، و این آسیب‌ها در دوره‌های بزرگسالی که بعد از سال‌های 25-26 است، اینا دچار مشکلات می‌سازند. اول برمی‌گردیم به موضوع اندیشیدن برنامه‌های زندگی. یک جوان خیلی نیازمند از این مسئله است که در برنامه‌های زندگی از اندیشه‌های خوب برخوردار باشه. همون زمانی که جوان دچار تیپ تایید طلبی هست، دیگه اندیشه کردن نمی‌تونه، بدلی اندیشه کردن نمی‌تونه، فقط فکر و ذکرش در مورد این مسئله است که باید مورد تایید دیگران هم قرار بگیره. اندیشه دیگران چی؟ بله، بدون شک. این یک پست را در صفحات فیسبوک، در صفحات اجتماعی پست کرده، به جای از این موضوع که نسبت به مسئله بیاندیشه که پست بدی ما باید از خیلی‌ها قوی‌تر باشه، این به این مسئله فکر می‌کنه که لایک ما چقدر بالا رفت، یا در مورد این مسئله فکر می‌کنه که من امروز در جامعه خود کدام نکات ضعف جامعه را پیدا کنم که به اساس نیاز جامعه است و خیلی در مارکتینگ جامعه مهمتر است، همین رو پست کنم تا بتونم لایک خودم بالا برم. حالا وقتی که اندیشه جوان در مقابل مسئله، در مقابل لایک گیر مونده، شبم بیدار میشه لایک خود رو میبینه، صبح میبینه، ظهر هم میبینه، حالا اندیشه از این نسبت مسائل دیگه نداره، خو یک ضرر مکمل طرف واحد حال شد، این دچار مشکل هم ساخت. نکته دوم، زمانی که یک جوان لباس میپوشه، خود لباس پوشیدنش بر مبنای این مسئله نیست که من از آدرس لباس خود بتونم خیلی چیزها را با وجود برم. ما در جلسات قبلی هم پیرامون لباس صحبت کردیم، من از آدرس لباس خود بتونم همون موضوع داشته های علمی خود رو برای خودگران بکشانم، تربیت خانوادگی رو برای خودگران بکشانم، فرهنگ من همیشه با مسئله توهم باشه، فصل همیشه با مسئله هم توهم باشه، نقاط مثبت بدن من همیشه با مسئله توهم باشه. ولی خود زمانی که یک جوان به طرف تایید طلبی موضوع است، لباس رو به گونه خریداری میکنه، فقط اطرافیان بتونه در مقابل موضوع تایید از این مسئله داشته، از این فراتر که کاری هم کردن میتونه، این مسئله است. موضوع چهارم، زمانی که جوان رو در حد جوانی که دچار تایید طلبی از در بزرگی دچار مشکل میسازه، همین موضوع روابط هست. در موضوع روابط این همیشه در تلاش از این مسئله است که در گروهی که ما هستم باید یک کار ویژه انجام بدم که از طرف گروه مورد قبول قرار بگیرم، اما در فکر از این مسئله نیست که نیمه کار مورد بس قرار بدم که در آینده هم بتونه حداقل از من یک ستایش و از من یک پاس هم داشته باشه. خب اینا مواردی است که در جوانی زمینه را برای آسیب های بزرگی مساعد میسازه. چقدر عالی، ممنون آقای بارکزای، زنده و سلامت باشین. تشکر، اجازه میخوام که میام برنامه ای را داشته باشیم و بعد از اون انشالله در بخش دوم بیشتر در موضوع صحبت کنیم. دوستان عزیز دعوت میکنم که شاید میام برنامه ای باشین، انشالله در بخش دوم بیشتر در رابطه با خصوصیت افراد تایید طلب و سایر نکاتی که میتونه مرتبط با این موضوع پر اهمیت باشه صحبت میکنیم. دوباره خوش آمدین عزیزان، صحبت ما در خصوص تایید طلبی در جوانان بود. گفتیم اگر این تایید طلبی به همراه حس لذت بردن از انجام کاری باشه که مشکلی نداره، اما در خیلی از موارد دیدمشه که فردی که به دنبال تایید از نظریات، باورها و عقاید دیگران اهمیت میده و در چنین وضعیت یا موقعیتی اعتماد به نفسش به حد اقل میرسه و گاهی اوقات یک عقده‌ای هم در انجام دادن بعضی از کارها و فعالیت‌ها به وجود میاد. آقای بارکزایی ممنون از شما، زنده و سلامت باشین. در رابطه با جوانان صحبت کنیم. بله. کوتاه مختصر و ان شاءالله بعد از اون بریم سراغ راه‌های در واقع مبارزه با او خصلتش که ناپسند هست که باید تایید نشیم، در خیلی از موارد حتی تایید را کسب نکنیم. چیکار باید بکنیم و ان شاءالله در ادامه راهکارها را هم ببخشید، پیامدهای منفیش هم داره ان شاءالله. جوانان بیشتر در چه زمینه‌هایی از زندگی خود، در چه فعالیت‌هایی یا کارهایی به دنبال هستن که تایید کسب کنن؟ شما لطف کردید.
جوانان به مسابه افراد دیگر یک چند ویژگی خاص در خود دارند و در مو عده ویژگی خود زیادتر هم میپیچند. یکی آشنایی از اینا یا وابستگی از اینا و برنامه تکنولوژی نظر به طبقه های کودکی و نظر به طبقه های بزرگسالی بیشتر هست. جوانان به مسئله خیلی مصرف هستند. نکته دوم موضوع طرز استایل در جوانان به مراتب نسبت به کودکی و نسبت به بزرگسالی به مراتب بیشتر است. مسئله دوم که والدین همیشه متوجه این مورد باشه. مسئله سوم روابط اجتماعی هست. معمولا خانواده اهمیت خود را به جوان کمتر تبارز داده و اهمیت گروه به مراتب بیشتر است. این نکته سوم موضوع است. و نکته چهارم مثلا بعضی از رفتارهای در جامعه که امروز بیشتر ورزش ها مورد بحث است، امروز بیشتر بعضی از گیم ها مورد بحث است، این نکات مورد بحث است. حالا آسیب های زیر در این چهار مورد مورد توجه والدین محترم قرار میتیم. قبل از اینکه آسیب های زیر مورد توجه والدین قرار بتیم، یک نکته را به خدمت والدین عزیز این گونه بس میکنم. میگم والدین عزیز، شما ها متوجه دو نشانه باشین. اگر این دو نشانه را در جوانانتون پیدا کردین، بفهمید که جوان شما ها به صورت مستقیم کاندید تیپ های تهی طلبی هست. اقدام کنین به خاطر حل کردن موضوع تا در آینده های نورد چهار مشکل میسازه و مشکلات از اینا خیلی حوارز های پیامت های ناگوار خود را داره، هم در زندگی های شغلی از اینا پیامت های ناگوار خود را داره، هم در زندگی اجتماعی زوجین خیلی مشکلات خود را داره و هم در فضای کنون خانواده شما زندگی میکنین دچار مشکل میشه. اولا اگر جوان شما یک روز یک لباس بر تن خود نکنه جدید و پاک و منظم، هر وقت که از خانه بیرون شد بالاخره غروب یا مثلا ظهر پس در خانه برگشت و از شما سوال کرد که خواهر پدر مادر در مورد لباس ما بچه های بیرون چی گفت، دخترای همسایه چی گفت، اقارب و دوستان ما چی گفت، شما بفهمید که فرزند شما کاندید تایید طلبی هست. بدل ازی که تشنه تایید است که باید دیگرانی را تایید کرده باشه، بفهمید کلامه علامه خیر نیست، باید در مورد موضوع به صورت مکمل اقدام کنید. نکته دوم، اگر جوان شما ها در یکی از مجلس ها رفت یک کار ویژه را انجام داد، کار ویژه شینگونه هست که امروز در این مراسم را با اونا همکاری کرد، در قسمت سفره پهن کردن، در قسمت غذا آوردن، در قسمت شستجوی ظرفا و بالاخره شب دوباره در خانه آمد، باز از شما سوال کرد که فیدبک های مسئله چی بود و خانه مقابل یادمو دوستی که امروز رفته بودیم برای شما چی گفت در مورد ما، کار من درست یا درست نبود، شما بفهمید که الان معلومه خیر نیست. به صورت مکمل اینا کاندید برنامه های تایی طلبی هستن، اقدام کنید به خاطر بودن از این مسئله. خوشبختانه که بود مشاورین با شما زیاد است، از اونو کمک بگیرید که مشکلات شما در یه عرصه حل کنم. حالا من سر همو بخش هایی که جوانان بیشتر در عموم مورد خیلی ها مورد تایی طلبی هستن، اول موضوع برنامه صفات اجتماعی است. در صفات اجتماعی معمولا مسئله تکنولوژیکی امروز جوانان را به صورت مکمل در گرو خود گرفته و هر جوان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تلاش از این مسئله هست که خود را نمایش بده و نمایش دادن از این ناشی از اون مورد میشه که در دوران کودکی کل چیزها سیستمی سر جاش پیش نامده و اینا در جوانی خیلی به دنبال از این مسئله هستن. یک پست را در اینجا گذاشتن، یک تصویر یا عکس را در اینجا گذاشتن، یک مطلب در اینجا گذاشتن و جای محتوا این مسئله خیلی ها اینا نگاهمند به این موضوع است که باید این مورد توجه دیگران قرار بگیره و بتونه هم دیگران تاییدش کنه و لایک خودم در قبال خود داشته باشه. در صورت برنامه های تکنولوژیکی آسیب از یک مورد. مورد دوم معمولا مسئله لباس هست. جوانان فکر میکنن که ما با در نظر داشته لباس خود همه چیزها را خوبتر نمایش دادم میتونم و همه چیزهای کمبودی که در من هست را میتونم هم کتمان کنم و همون مسائل را پنهان کنم. اگر آگاهی در این جهان ندارم، اگر از دانش بسیار بالای برخوردار نیستم، اگر از شهامت و توانایی به صورت مکمل برخوردار نیستم، اگر یک مسلک و حرفه به صورت مکمل هم ندارم، با همین لباس خود میتونم مورد توجه دیگران هم قرار بگیرم، به خصوص مورد توجه جنس مخالف خود و همیشه اونا مرا در برنامه زندگی تایید کنن. و شما باید این ضعفیت یا این عارضه در مورد کیس دوم است که معمولا در برنامه های لباس در جوانان مسئله مورد بحث قرار میدیم. مسئله سوم، خب قسم صحبت کردیم که اهمیت خانواده یا اهمیت مدرسه یا اهمیت برنامه دانشگاه برای یک جوان کم رنگ تر جلوه میکنه، اما اهمیت گروه بیشتر جلوه میکنه به خاطر از اینکه در گروه باید از خیلی ها توسره که بیش از وقت خود رو در گروه هم سپری کنه. اما در گروه به دنبال از این موضوع نیست که واقعا عمو داشته های گروه رو به صورت مکمل خوبتر به وجود بره. ما مثل که در برنامه های عادی همیشه گفتیم که در گروه کیا وفادار است، گفتیم در گروه کس وفادار است که اول خود را عضو گروه بدانه، دوم غم گروه یا شادی گروه را غم و شادی خود بدانه، در قسمت سوم حریم خصوصی گروه رو به صورت مکمل حفظ کنه، در قدم چهارم ببینه که همین گروه مطابق داشته های ارزش های خودش مطابقت داره مطابقت نداره. همو جوانی که داخل برنامه های گروه میشه همیشه در تلاش از این مسئله هست که مورد تایید قرار بگیره تا یک کار و حرفه انجام بده که از گروه کرده کم بالاتر باشه. اینجا دست به خیلی موارد میزنه، احتمال داره سیگار در دست خود بگیره، احتمال داره در بعض موارد در قمار هم آغشته شوه، احتمال داره بعض نابهنجاری ها و خلاف کاری ها رو در اینجا انجام بده. هم هدف موضوع این است که مورد تایید قرار بگیره و چشمش در مورد مسئله است که ادرافین به صورت مکمل هم تایید کنه. نکته چهارم که در این قسمت آرزه چهارم در این بخش است، عبارت از موضوع و نمادهای جامعه است.
امروز بعض جوانان وقتی که ورزش میکنن شما باور کنید که ورزش از دینا بر مبنای سلامتی بدن از اینو نیست، اینا زود سلامتی بدن خاطر هیچ توجهی ندارن که من باید ورزش کنم. همو بیشترین ارزش برای اینو چی داره؟ اونمو بایی که داره که در سر شانه خود میکنه، همو لباس داره خیلی قیمتی خریده در تن خود کرده، همو کرم چی داره که در پای خود میکنه، میره به طرف ورزشگاه که ورزش خود را کنه. همو ورزش از بر مبنای تایید است که فقط دیگران یک تاییدش کنه که آقا اکسترک ما میشناسیم خوب ورزشکار است، خوب شو از شهرت بالای برخوردار است، اما به خاطر صحتمندی مورد بس بودن نمیتونه. در این چهار مورد ما میتونیم که واقعا مسئله تایی تلویزیون رو بیشتر پیدا کنیم. ممنون شما آقای باریزایی. همه میخوان که جوانان داشته باشن که ایدئال باشن، در واقع شخصیتشان به گونه رشد کرده باشه که اصول تربیتی جسمی رو سپری کرده باشه، پرورش های ذهنی و فکری رو همچنان دارا باشه، تایی که وقتی تقدیم به یک جامعه میشه سبب شکوفایی و تعالی یک جامعه به خصوص خانواده خودش شود. حالا فکر میکنم بیشتر او چیزی که از صحبت های شما کسب شد در خیلی از موارد تایید طلبی کار صحیحی نیست، به این دلیل که در واقع هم به شخصیت ما لطمه وارد میکنن، هم زندگی آینده ما رو به مخاطره میندازه و عزت نفس ما رو پایین میاره و سبب میشه که دیگران بخوان از این طریق اعمال نظری بر روحیات و رفتارهای ما داشته باشن. راهکار به نظر شما چه چیزی هست؟ سلامت باشین. در مورد مسئله راهکارهای بسیار خوبه هست. برمیگردیم به چند مسئله راهکار که والدین محترم این مسائل را به صورت مکمل در نظر داشته باشند. اولا ما معمولا در برنامه های زندگی به دنبال رشد کودکان خود هستیم که کودک ما در حد کودکی رشد کنه، وقتی که جوان ما از رشد خوب برخوردار باشه، ولی متاسفانه ما با دو رشد روبرو هستیم، ولی متاسفانه ما از این دو رشد آگاهی نداریم. یک رشد برنامه های درونی وجود ما، دو رشد برنامه های بیرونی وجود ما است. همه والدین به دنبال از این مسئله هستن کودکانشان رشد بیرونی داشته باشن. امروز خیلی تلاش میکنن که باید پارچه اول نمرگی در خانه از طرف کودکانشان بیا. امروز خیلی تلاش میکنن که جوان از نو فقط بتونه امو جوان باشه که فرمانبردار باشه، اون چیزی که ما گفتیم اینو قبول کنن و دیگه ما بهترین جوان امی جوان را بگیم. و اینا در تلاش مثلا هستن که نه دختر خانم ما وقتی جوان شده از جمله کسی است که اگر خواستگار ما مد حرف را ما گفتیم قبول کنه بدون چون شما باز ما تربیت را همیشه در این مورد خلاصه کردیم و گفتیم که این فرد فرد خیلی خوب با تربیت هم است، ولی متاسفانه ما از کرکترهای حالت های روانی به صورت مکمل به دور بودیم و آگاهی هم نداشتیم که بله وقتی با کودک خود طرف هستیم از لحاظ برنامه روانی که گری در آینده ها جزء تیپ های تایی طلبی قرار نگیره، خب اینجا باید متوجه باشیم با نیازهایش به صورت مکمل رسیدگی کنیم. نیازمندی زیره به صفت یک جرم برایش خطاب نکنیم که در آینده ها هر نیازی که مورد حالش بود فکر کنه که یک جرم به طرف اومد، یک بدبختی به طرف اومد. وقتی که جوان ما هست فقط در فکر این مسئله نباشیم که همیشه پارچه های اول مرگی از طرف مکتب بره. خب پارچه های اول مرگی از طرف مکتب میاره، ولی در قبال موضوع خیلی چیزها در اینجا ها تغییر نمیکنه و خیلی چیزهای دیگه افزایش هم پیدا میکنه. در جمله می برنامه های تایی طلبی و دهها مورد دیگه پس سعی کنیم که نسبت به موفقیت موضوع یا نسبت به داشته اصلی مسئله ما همیشه کامیابی روی دست موضوع داشته باشیم. بله در برنامه زندگی کامیاب باشه، موفق باشه، به این معنی که اگر اول مرگی رو مرد از دیگه چیزها هم برخورده باشه. این نکته خیلی مهمتر است. نکته دوم، ما در برنامه های زندگی یک موضوعی که باید به فرزندان خود یاد بدیم که ما در زندگی که زندگی میکنیم این زندگی به این معنا نیست که 100% همه اطرافیان ما دوستان ما هستن. درست ما در زندگی که زندگی میکنیم این زندگی از خود قانون داره، 50% دوستان ما هستن، 50% دشمنان ما هستن، ولی متاسفانه ما در زندگی به خاطر دوستان زندگی میکنیم. اگر آگاهی حاصل کردیم در زندگی 50% دشمنان ما هستن، باز از همینجا میفهمیم که شاید روی اسادت بعد از نظرات خود را بگین مثل کدوم وقفه داریم. بله آقای باگزا خیلی دقیق، بسیار عالی، ممنون شما. خوش میکنم. اجازه میخوام صحبت ها رو در این نکته دومی که شما به زیبایی اشاره فرمودید متوقف کنیم. دوستان عزیز ما هم کلیپی رو ببینن چون گزارشی هست که در پیوند با تایید طلبی جوان نظریات یزدان کسب کردیم، ببینیم و انشالله در بخش سوم بیشتر صحبت کنیم. دوستان عزیز دعوت میکنم که شاهد کلیپی باشین در پیوند با تایید طلبی جوانان و انشالله بعد از او بخش سوم فراموش نکنید. خب عزیزان دوباره خوش آمدید. نظریات جوانان عزیز پیرامون تایید طلبی دیدید و شنیدید. به ادامه برنامه خوش آمدید. صحبت ها رو همچنان به اتفاق آقای باریکزای عزیز ادامه همتم. ممنون از شما آقای باریکزای. فکر میکنم به دومین نکته مهم که میتونه یک راه کار باشه رسیدیم. ما آقای حسینی در این مورد رسیدیم که ما اگر برای فرزندان خود این موضوع را به گونه وانمود کردیم و فرزندان ما پنج جواز خود این مسئله را پذیرفت که در دنیایی که من زندگی میکنم این دنیا به این معنا است که 100% همه دوست من نیست، 50% دوست من است، 50% دشمن من است. وقتی 50% دشمن من است
به این معنا نیست که باید کار ما رو قبول کنه، چون بدل از اینکه دشمن کار ما رو قبول کرده نمیتونه، به این معنا نیست که حرف ما رو قبول کنه و به این معنا نیست که ما حرف از رو قبول کنیم، همه چیزها رو به خواست از او هم انجام بدم. اگر به این مورد ما رسیدیم، بالاخره یک قسمت از برنامه‌ای تایید طلبی که در وجود ما هست میشه به صورت مکمل به دور شود، بدل اینکه ما دیگه نزد موضوع آگاهی حاصل کردیم. نکته دوم مسئله بود. در نکته سوم مسئله، بسیاری اوقات ما در هر برنامه زندگی قضاوت ها نسبت به خود داریم، بله نسبت به خود قضاوت می داشته باشیم، همون قضاوت های ما نسبت به خود ما ناشی از چند مورد است. ما بسیاری اوقات خود را با حالت های فرایند قضاوت می کنیم، با حالت های فرایند قضاوت کردن کار خوب نیست، بله. چون به خاطر ما در یک محفل عروسی رفتیم یا در یک محفل بودیم به اساس برنامه های عاطفی ای آنقدر بالای ما تاثیر کرده، شاید که کس را تایید کردیم یا شاید کس ما را تایید کرد، اما به این معنا نیست که دیگه تایید محفل عروسی تایید عمر برنامه های زندگی ما است. در اینجا به صورت مکمل موفق بودیم، در همه مورد موفق هستیم، در مضمون ریاضی خوب درخشیدیم، در همه مورد خوب درخشیدیم، در فوتبال خوب درخشیدیم، در همه مورد خوب درخشیدیم. این به این معنا بوده نمیتونه. پس ما با برنامه های فرایند خود را همیشه قضاوت نکنیم، چه بدل از اینکه قضاوت ما قضاوت درست نیست، مثلا درست نیست. نکته دوم، بسیاری اوقات ما در تلاش هستیم که ما خود را همیشه با برنامه های محتوا قضاوت میکنیم، با برنامه های محتوا قضاوت کردن قضاوت خوبی نیست، چون احتمال داره که یک روز مشکل داشته باشیم، وقتش بنابر مریضی ها به طرف ما آمده، حالت های روی ما خراب بوده، روابط ما با خانواده خوب نبوده، یک نابنجاری در کانون خانواده ایجاد شده، اطرافیان ما رو قبول نکرده، از یک گروه ما ترک شدیم، رفتیم بیرون، رفتیم در برنامه های درسی خود به صورت مکمل موفق نبودیم. این درست بوده نمیتونه. اما اگر ما در برنامه زندگی با قضاوت های چشم انداز خود را قضاوت میکنیم یا با من چشم انداز قضاوت میکنیم، این خیلی خوبتر است. چشم انداز ما در مورد مسئله ای است که من در اینجا تی طلب بودم، تی طلب نیستم، من در اینجا خان کمک از دیگران بودم، در اینجا خان کمک نیستم. ما باید در مورد مسئله به این نکته هم برسیم، این رو مورد بس قرار بدیم. نکته چهارم، چرا در بعضی از برنامه های زندگی وقتی که جوان ما یک کار ویژه را انجام میده، ما والدین آگاهانه اینا را جز شخصیت های تایی طلبی قرار میدیم و اینا را تایی طلب هم میسازیم، بهش میگیم در مجلس که امروز رفته بودیم کلیگ از خودت خوب تعریف کرد و گفتن که در این مجلس از خودت که جوان زیبا کسی دیگه نبود و گفتن که تو خیلی انسان کاریگر هستی و اونجا گفتن که خیلی شخص صادق هستی. خب این با وجودی که بنده خودم تیپ های تایی طلبی در خود نداشت، شخصیت تایی طلبی در خود نداشت، ما آگاهانه ای را تایی طلب قرار دیم، بله متعهد شد بی خوشش آمد، پاداش گرفت به خاطر از اینکه من یک کار ویژه در اونجا انجام دادم. حالا در تلاش از این مسئله هست که دیگه در اونجا هم کار ویژه انجام دادم، مورد تایید از من قرار گرفتم، در جای دیگه هم باید همیشه مورد تایید قرار بگیرم که ما به صورت مکمل از مسئله بریم و دور و این موضوع را کنار بگذاریم. حتی اگر از فرزندان ما در بعضی جاها تشویق کردن، تایید کردن، ما برای فرزندان خود این موضوع را خیلی نکشانیم، ولی متاسفانه در جامعه افغانستان ما این مسئله را خیلی برای فرزندان خود هم میکشانیم. فکر میکنیم که برای کشاندن فرزندان خود باعث از این مسئله میشه که عزت و حرمت ما خیلی ها بالاتر میره، ما در حالی که ما یک جفا در قضیه میکنیم اینا دوچار مشکل میسازیم. نکته پنجم که یک موضوع خیلی مهمتر هست، همین مسئله عزت نفس است که در بعض اوقات باید عزت نفس در وجود جوانان ما همیشه باشه، ولی متاسفانه که بعض جوانان ما عزت نفس رو در خود نداره. کسب کردن عزت نفس هیچ مشکل هم نیست، میتونه جوانان ما ساده‌تر کسب کنه تا جمله افراد باشن که تایید طلب نباشن. اینا به طور مثال امروز ما زمینه رو به گونه بچه‌ها مساعد کردیم که یک کار ویژه رو اینا انجام دادن. هر روز اینا ساعت‌های 7 از خواب بلند میشن، ساعت‌های 6 بلند میشن، اما ما یک فرصت رو برای اینا به گونه مساعد کردیم که اینا ساعت‌های 5 بیدار شدن. وقتی ساعت 5 بیدار شدن، صبحانه رو اینا آماده کردن، یک ورزش هم در خود داشتن، نانم از بازار خریداری کردن. اینا فکر کردن که من یک کار ویژه نسبت به همه که انجام دادم، اما در این کار ویژه کس از من سپاسگزاری نکرد و کس مرا اصلا تشویقم در اینجا نکرد. به این معنا بود که جز وظیفه این بود، جز مسئولیت این بود، از عزت نفس بسیار بالای برخوردار بود. هم اگر فرزند ما هیچ وقت کار خوب را انجام نمیده، اما مجرد که کار خوب را انجام داد، باز ما میایم در مورد مسئله هم پاداش برش میتیم و جای پاداش هم تعریف شه پیش دیگران هم داشته باشیم. این در ذات خودش یک اشتباه بسیار کلان است که فرزند ما را جمله تیپ های تایی طلب قرار میده، اینا را هم دچار مشکل میسازن که به صورت مکمل باید بازارش بسته کرد و دور ساخت. نکته بعدی، بعضی از جوانان ما از مهارت های نگفتن اصلا برخوردار نیستن و مهارت نگفتن در وجودشان هم نیست. اونایی که خیلی تیپ های تایید طلب هستن مهارت نگفتن رو در خود ندارن، چرا؟ خینو به دنبال تایید دیگران هستن که باید اینا رو تایید کنن. خب اگر در مقابل دیگران ساچنم نگفتن، خب مورد تایید قرار نمیگیرن. ما اگر مهارت های نگفتن رو در مقابل فرزندان خود همیشه برگزار کردیم و به خصوص در دوران کودک ما یاد گرفت، بفهمیم که در جوانی از جمله فرد است که واقعا از لحاظ کاراکتر روانی دیگه دچار مشکل نیست. ولی متاسفانه اگر یک جوان ما یا کودک ما در مقابل پدر و مادر امروز استاد شده و آگاهانه میگنی، ما از این امروز قضیه برش درست میکنیم و بر مادرش و بر پدرش میگیم، میگیم ولی فرزند کم بی تربیت شده. اما در حالی که بی تربیت نشده، این کار بسیار خوب را انجام داده، باید جشن گرفت که امروز در مقابل مثلا هم نگفته. اگر مهارت نگفتن را برای جوان خود یاد دادیم با دلایل منطقی، از جمله فرد است که تایی طلب نیست، بسیار کوتاه. اگر تایی طلبی را گم نکنیم، ریشه اش دور نسازیم، بفهمیم که چند مشکل در قبال خود داره.
تی طلب انسان ها رو میبره به طرف اسادت، بله. طلب انسان ها رو میبره به طرف موضوع خودشفته میشه و تی طلب میبره انسان ها رو به طرف سویزنی با زیالت جگه از نگل زد خوب بردن نمیتونه. بسیار خب آقای باریزاده، داریم کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم. به تکمیل صحبت های زیبای شما، خواهش میکنم. عزیزانی که در بحث تی طلبی گیر ماندن، مثلا بله. جوانان رو میبینیم که وارد یک جمع دوستانه خود میشن و برای که مردانگی خود بر رخ بکشن، بله. مجبور هستن یک نخ سیگار رو دست بگن که بفهمیدشون کار اشتباهی است. تایی طلبی هستم به دردشان هم نمیخوره. با یاد گرفتن مهارت نیایی که با استفاده از واژه‌ای نه در برابر این موضوع میتونن استادگی کنن، یا خیلی کوتاه بدون شک میتونن استادگی کنن، اما شهامت در کار است. شهامت بدنش در مورد مسئله این است که کارهای بسیار خرد را که تواناییش داریم که نیبوگای مروایت روی دست بگیریم، بله. چند باره به مدت 20 روزه و یک ماه ایره پرسر هم تکرار کنیم، جزء برنامه عادت زندگی بشه و میتونیم از این موضوع بسیار کلان نجات پیدا کنیم. زنده و سلامت باشین جان. سپاس آقای باریزای عزیز. ظاهرا فرصت هم با صحبت های اخیر شما به پایان رسید و ناگزیر هستیم که از حضور شما خدا مخلص موفق باشین. دوستان عزیز، امیدوار هستم موضوع امروز برنامه ما برای شما از آن مفید واقع شده باشه. برای همه شما آرزوی صحت، سلامتی و طول عمر میکنم. اوقات خوبی داشته باشین، شب خوبی داشته باشین و تا برنامه دیگر، یک و یک شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.